درود عزیزان دلم، جلسه 40 از کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مستاب خوردن رو در خدمت شما جانان هستیم. 40 جلسه با این جلسه البته در خدمت شما جانان بوده ایم، مسائل مختلف رو با هم کار کردیم. با حضور شما جانان این کلاس‌ها درخشش داشته و نورانی بوده. ممنون برای حضورتون. میریم جلسه 40 رو شروع کنیم. این کلاس از قلب کانادا، انگلیسی واقعی و انگلیسی که در دنیای واقعی توسط افراد نیتیو و افرادی که انگلیسی رو استفاده میکنن به عنوان زبان ارتباطاتشون برای شما تقدیم میشه. و خیلی از دوستان چون میدونن که ما در کانادا هستیم سوالات مهاجرتی از من میپرسن و پیام میدن به بچهای تیم ادمین ما. عزیزان دلم، من اطلاعات مهاجرتیم در حدیه که کار خودم رو بتونم راه بندازم. به همین دلیل حامی مالی این جلسه کسی نیستن جز دوباره شرکت آی تو کانادا. جرکو و سازمانی هستن که کاملا قابل اعتماد هستن در زمینه مشاوره مهاجرتی. اگر میخواید بگید بچه ها خیلی مراقب باشید، اگر میخواید بیایید به کانادا یا اگر در داخل کانادا هستید میخواید تغییر وضعیت مهاجرتی پرمیتتون رو عوض کنید، میتونید مشاوره رایگان و ارزیابی اولیه رایگان از شرکت آی تو کانادا دریافت بفرمایید و بگید که از انگلیسی مثل آب خوردن اومدید. حامی مالی این کلاس و این جلسه هم ایشون و شرکتشون هستن. ازشون ممنونی. میپردازیم به جلسه 40. در این جلسه در مورد زمان حال ساده صحبت خواهیم کرد. جملاتی که شما تو این درس یاد میگیرید خیلی بهتون کمک خواهد کرد که حال ساده رو یک بار برای همیشه بتونید راحت با این جملاتی که یاد میگیرید متوجهش بشید و استفادهش کنید. اولین جمله‌ای که باش یاد میگیریم I like. من یه توضیح گرامری بهتون بدم. Like با love فرق میکنه. Love یعنی عشق ورزیدن. الان فرقش رو اینجا براتون میگم متوجه میشید. آقا جلسه قبلی نه قبلش یه ساختاری به همون یاد دادی، درس 38، جلسه 38 که الان روی یوتیوبه، در مورد ساختار جمله سازی و گفتی که اگر این درس رو یاد بگیرید زندگی تو انگلیسی عوض میشه. بله، ساختار SVO Subject Verb Object یا ساختار SVC Subject Verb Complement، یعنی فاعل به علاوه فعل به علاوه بقیه جمله یا مفعول. اینجا همین قانون برقراره. بله عزیز دلم، چرا برقرار نباشه؟ به خاطر این اصلا اینو آوردم که اون تو ذهنت بره هک بشه. آی فاعل جمله است، فاعل جمله آی. من یه کاری رو میکنم. من چی کار میکنم؟ خوشم میاد. لایک یعنی خوش آمدن. اگه میگفتم من عاشق قهوه میگفتم I love coffee. همونطور که میگیم I love you، من به تو عشق میورزم، من عاشقتم. وقتی میگم I like you یعنی از تو خوشم میاد. در حقیقت like کردن یه نفر یعنی از یه نفر خوشت میاد قبل از اینی که بیفتی تو چاله یا چاه عشقش، یعنی like قبل از love. حالا اینو گفتم. آقا فعل ما اینجا چیه؟ لایک، خوش آمدن. فاعل چیه؟ آی، ضمیر آی. من خوشم میاد از چی؟ قهوه. آی لایک کافی، من قهوه دوست دارم. آقا حالا کسایی که میان مثال میزنن تو قسمت کامنت هم می نویسن من مثالاشونو ببینم، مثال بزنید، بگید من از یه چیزی خوشم میاد، نگید عاشق شما. من یه چیزی رو دوست دارم. کامنت ها بازه، میتونید توی قسمت کامنت، من مرور میکنم. دستا هم بالا ببینم کی میخواد بیاد بگه. لطفا مثال های خیلی تاپ میخوام بزنید. اوکی، دستا اومد بالا. اوکی اوکی اوکی، کامنت ها ترکید که بابا. نیلوفر آصف بگو از چی خوشت میاد. I like ice cream. I like ice cream، بستنی خوشش میاد. ممنونم. زهرا مرادی از چی خوشت میاد؟ I like tea. I like London. I like لندن. اوکی، من از لندن خوشم میاد. اوکی، لیلی فرامرزی بگه، بعد شاپور بگه، بعد لیلا موسوی پشت سر هم. I like Italian food. اوکی، غذای ایتالیایی دوست دارم. اوکی، I like football. اوکی، فوتبال دوست دارم. اوکی، I like cooking. I like cooking، من آشپزی دوست دارم. کوک خودش فعله ولی وقتی ing اومده یعنی کلیت آشپزی کردن. اینایی که میخونن به ترتیب بگن. بچه ها معنی شما برای بچه هایی که درس رو بعدا خواهند دید میگم و بچه هایی که حضور دارن معنی جمله شما رو. و الان میریم سراغ کامنت ها. کامنت ها داره پر میشه، دارم مثالاتون رو میبینم. پروانه شهناز دباغ فرخنده زینت تهونه، مثالاتون رو بفرمایید لطفا. I like reading. I like fruits.
fruits. اوکی okay. میوه دوست دارم، مطالعه دوست دارم. خب ببینید بچه ها، با این مثالایی که بچه ها دارن شرکت میکنن، ذهنیت افراد متفاوت در دو مورد جملات. ما الان با همین یه دونه جمله‌ای که I like coffee، I like coffee تله بود. من 50 تا دیگه جمله دارم بهت یاد میدم دیگه. چی میخوای بهتر از کامنت ها رو ببین ترکیده. میبینین کامنت ها رو دیگه، همزمان که من دارم صحبت میکنم کامنت ها رو خودتون دارید میبینید. زینت تهونه گفت نسرین توسلی بگه سپهر اسدی فوزیه میترا یزدیان. I like art. I like art. هنر دوست دارم. اوکی. I like reading novels. I like reading novels. Novels. به کلیتش اشاره میکنی پس جمع میشه. دوست دارم رمان بخونم. اوکی. بعدش. I like go to the gym. I like going to the gym. با بیان جملات عزیزانی که دارن جملات رو میزن رفع اشکال میکنیم. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ مثالاتو بنویس بنو ببینم تو کامنت ها. الان میریم سراغ کامنت ها. اوکی آی لایک اورنج، من پرتقال دوست دارم. آی لایک تی، آی لایک فاست فود، آی لایک هیمسلف، خودشو دوست دارم. اوکی آی لایک اسکینگ، اسکی کردن دوست دارم. آی لایک گوینگ تو اسکی، این بهتره بگی. آی لایک فلاورز، گلار دوست دارم. آی لایک میوزیک، آی لایک فلاورز، گلار دوست دارم. آی لایک پلیینگ دی گیم، اون بازی رو دوست دارم. اگه بخوای آی لایک پلیینگ گیمز، اگه میخوای بگی بازی دوست بازی پلی کردن. I like tea که داشتیم. I like flowers. I like Italian food. I like apple. Okay. She likes jewelry. سوم شخص. I like walking. I like swimming. I like to live in Canada. Okay. I like living in Canada. Okay. I like painting. آفری. کامنت ها ترکید. آفری. بریم یه مثال دیگه دوباره. آقا اون ساختار SVO که میگفتی، subject verb objects یا subject verb complement، اینجا مستاق داره. بله چرا مستاق نداره؟ ساختار جمله بود دیگه که میری درس و درس جلسه 38 بود، اونو حتما برو ببین. She walks. آقا فاعل رو کردیم سوم شخص، قبلا گفتیم دیگه، همونطوری که تو فارسی اگه بگیم من قدم میزنم تغییر پیدا میکنه میشه قدم میزنه، تو انگلیسی هم همینه، walk میشه walks. چجوری تو فارسی تغییر کرد، تو انگلیسی میخوای تغییر نکنه. اگه فاعل سوم شخص بود به جای میزنم قدم میزنم بگو قدم میزنه. چجوری اینو بگیم؟ she walks. این اس سوم شخص اضافه میشه. ببین اینو دارم میگم، اس سوم شخص هم که اینجا دارید مشاهده میفرمایید، walk یعنی قدم زدن، to school به مدرسه. حالا میخوام مثالاتون تو کامنت ببینم که she walks to یه جایی. مثال عوض کن بگو اینا اسمایی که خوندم. My mother drives in the avenue. My mother drives in the avenue. مادرم در خیابون رانندگی میکنه. شهناز گفت فرزانه بی کناری، مثال تو بزن. بچه کامنت ها دارم مثالاتون رو میبینم. آفرین. بخون. He goes to university. He goes to university. او به دانشگاه میره. She walks. She walks to office. She walks to office. He plays piano. She walks. He plays piano. We study. آقا من چجوری اینو بچسبونم که ا نگم؟ ببین we رو میبینی اینجا یه ایه دیگه. We. خب حالا اینجا س درسته این حرف اس اما اس خونده نمیشه. We ببین میچسبه. We study and این جیش هم تو دماغی. Lish لیش نگی. این آیه کوتاه دوباره یکی از اشتباهات رایج ایرانی هست. یه کوتاهه. We study English every day. Every ببین اینجا ویه، اینجا وی نیست، اینجا میتونی نیشه دندون بالا تو بچسبونی لب پایین. We study English every day. ما هر روز انگلیسی میخونیم. کلاس رایگان آنلاین هر روز تمرین میکنیم درسای گذشته شو. فاطمه تاجیک آهسته و خوشگل و مرتب به هم بگو ببینم میخوام کیف کنم از این کلاسایی که اومدی انقدر روش کردی. We study English every day. Okay. We study English every day. We practice football every week. بچه ها مثال ها رو تو کامنت ها بخونیم. We watch movie. شما هم لطفا مثال ها رو ببینید. بچه ها she goes to office just every Monday. فقط every Monday. اوکی. مینم مثال تکی بود که خوندی. I go to walk every day. I go to walk. آفرین. He goes to shopping every day. آفرین. تو مثال ها ترکیده ها. آفرین برای حضورتون.
خب بچه ها کسایی که نگفتن We study English every day. محسسیان من سطحتو میدونم. چیزی که میشنوی رو فقط تکرار کن. آماده ای؟ We study English every day. تکرار کن. We study English every day. آفرین. توجهت عالی بود. فهیم عرافی چیزی که میشنوی رو تکرار کن. We study English every day. We study English every day. اوکی. سهیلا بگلری آروم و کند بگو همه یاد بگیرن ازت. We study English every day. خب بریم مثال بعدی. They play soccer. الان براتون TH رو در they میگم. چجوری تلفظش کنیم؟ زبونت زیر نیش دندون بالات باشه. اینجاست. حالت دومه. They حالت دومه TH. اینها اینجاست. زبونت زیر نیش دندونت بالا باشه. سعی کن تو همون حالت بگی زه زهرا. الان تمرین کن برای خودت که اومدی بالا. درست تلفظ کنی. They نمیگی یا they. زبونت زیر نیش دندون بالا، سعی میکنی بگی زه. They، پس they رو یاد گرفتی. Play، بچه ها play نمیگی دیگه. They play soccer. Soccer تو امریکا و کانادا به فوتبال که تو ایران بهش میگن فوتبال بهش میگن soccer. On weekends اونا فوتبال بازی میکنن آخر هفته. مثالاتون میخوام بگی که اونا آخر هفته یه بازی رو میکنن به جای ساکر. مثالا رو تو کامنت بزنید، میخونیم. کسایی هم که میان بالا الان دستای همه پایین، کسایی که میان بالا یه مثال بزنن. They play volleyball on weekends. Okay, they play volleyball on weekends. ندا TS مظلوم موندی امروز، بگو مثالت. They play badminton on weekends. بادمینتون. یه بار دیگه. بادمینتون. تن. بادمینتون. تن. بادمینتون. We play volleyball on Saturday. They play tennis on weekends. My son play tennis on every other day. My son plays. Plays. Okay. سوم شخص میشه. اینجا چرا سوم شخص نگفتی؟ برای که they جمعه، برای کسی که جمعه سوم شخص نیست. بریم مثال بعدی. The sun rises. یکی از کاربردهای حال ساده در مورد اتفاقاتیه که واقعیت دنیا و واقعیت زندگی هستن. خورشید درسته که پشتش به ماست. خورشید rises، طلوع میکنه، میاد بالا. اس سوم شخص هم در اینجا گرفته. The sun rises، خورشید طلوع میکنه. In the east در مشرق. East یعنی مشرق. In the east یعنی از شرق طلوع میکنه. The sun rises in the east. The sun rises in the west. بریم جمله بعدی. Birds، پرنده ها sing، آواز سر میدن. In the morning، در صبح. The birds sing in the morning. Birds sing in the morning. بگو. Birds sing in the morning. Sing نیست. الان توضیح دادم. Sing. دوباره بگو. Sing. آفرین. Birds sing in the morning. In the نه. In. Birds sing in the morning. آفرین. بریم جمله بعدی. He drives a blue car. درایو نیستا. ببین اینجا رو، بینش صدایی نمیبینی. در در در. درایو درایو. این زم اس سوم شخص هیه. او رانندگی میکند یا میراند a blue car، یه ماشین آبی. حالا بریم ببینیم بچه ها شرکت کنن نکات تلفظیشون رو چک کنیم با هم. شما هم خودت قضاوت کن. He drives a blue car. بلو نیست. He drives a blue car. بهتر شد. سوزان نیکسیر. He drives a blue car. آفرین. He drives a blue car. بگو. He drives a blue car. آرتون رو ایرانیزه دارید تلفظ میکنید. آر در انگلیسی زبان نزدیک سقف دهان. دوباره بگو. He drives a blue car. آفرین. He drives a blue car. بلو نیست. بلو.
He drives a blue car. برو تمرین کن. کار داره. نیلوفر آصف بگو. Blue. He drives a blue car. بچه ها تو کامنت لطفاً مثالاتون رو بزنید. مثالاتون متفاوت باشه. متفاوت باشه از مثالی که اینجا داریم. میخونیم ببینیم کی بهتری مثال رو نوشته. اوکی نیلوفر ماهیگیر آب کناری گفته He drives a truck now. My dad drives a beautiful SUV. آفرین حمیده. تو نوشتار خوبی ولی تو گفتار ضعیفی. دلیلش میدونی چیه حمیده پاپی؟ دلیلش اینه که همیشه خوندی. هیچ وقت صحبت نکردی. مشکل خیلی از زبان آموز است. میگه من خیلی میخونم اما نمیتونم انگلیسی حرف بزنم چون هیچ وقت حرف نزدی، فقط خوندی، فقط نوشتی. رسول خلیلی گفته The water boils in 100 degrees Celsius. آفرین. اوکی. She drives a big car. او ماشین بزرگی میرونه. آفرین. بچه کمک کنید به خودتون. شرکت کنید تو مثالایی که می نویسید. رفع اشکال میکنیم. چک میکنیم. بریم بعدی. She reads a book every night. او هر شب یه کتاب مطالعه میکنه. دوباره she اوی خانم. اس سوم شست در read. She reads a blue book every night. او هر شب یک کتاب مطالعه میکنه. یه ذره سخت کارش ولی خب برای مطالعه میکنه دیگه. میترا جواهری بگو She reads a book every night. She reads a book every night. آرهاتون شدیدن ایرانیزه است. زبونتون نزدیک به سقف دهان باید بشه. بذار عکسشو نشون بدم. آرو نگاه کن اینجا. زبونت نزدیک سقف دهانت باید باشه. میبینی؟ بله. حالا بگو. دوباره بگو. She reads a book every night. بهتر شد ولی جا داره باز. زبونت نزدیک سقف دهان. She reads a book every night. اوکی اوکی she reads a book every night. I live یا we live. چرا میگی live نمیگی leave؟ بچه یه فعل دیگه داریم این شکلیه leave. این یعنی ترک کردن جایی، رها کردن، ترک کردن جایی. این تلفظ چجوریه leave؟ این تلفظ چجوریه؟ مگه نگفته بودی آی کوتاه بین ای و ا تلفظ میشه؟ بله اینا بین ای و ا. live. We live in Canada. ما در کانادا زندگی میکنیم. حالا اسم کشورتو میخوام تو کامنت ها بنویسی مشارکتتو ببینم. We live in اسم کشورت یا شهرت؟ بهتر اسم شهرتو بنویسی. پس گفتیم W رم اینجا لبها حالت لوله ای. میای بالا رفع اشکال میشی. اونایی که فکر میکنن تو W و V هنوز مشکل دارن لطفاً دستاشون بالا. اوکی؟ اجازه بدیم بقیه هم استفاده کنن از این فرصت. وقتی میخوای W رو تلفظ کنی این فرق W رو V رو هم دوباره اینجا نشونت بدم. ببین V نیشه دندون بالا لب پایینت رو میگزه تو V. اینها نگاه کن. اینجا نگاه کن. وی نیشه دندون بالات لب پایینت رو میگزه. توی W لبهات حالت بوسه باید باشه، حالت لوله‌ای باید باشه. و و اینجا توی این مثالی که آوردیم دوتاش هم داریم، پس دوتاش هم میتونی اینجا یاد بگیری. نه چه فرصت خوبی. ندا تی اس بیا بالا بگو یاد بگیرن. اینجا این ندا We live in Vancouver. We live in Tabriz. اوکی بهناز. We live in Canada. بریم سراغ مثالا. مثالا رو ترکوندیم. We live in شوش. آفرین. درود بر شوش. We live nowhere. ما هیچ جا زندگی نمی کنیم. I live nowhere. من هیچ جا زندگی نمی کنم. نخواسته بگه. We live in Karaj. درود بر Karaj. We live in Tehran. درود بر Tehran. We live in چهارمحال. درود بر چهارمحال، بوشهر، تهران، اتاوا، آستن، اوکی، کرمانشاه، تورنتو، ایران، اتاوا، ملبورن، خوشک بیجار، اوکی، افغانستان، کابل، تبریز، تورنتو، شاهرود، تاجیکستان، تورنتو، ایران، اروپا، تهران، کرمانشاه، او، همدان، اوکی، نیکسیار، اوکی، ونکوور، تهران، شیراز، آتلانتا، اصفهان، اوکی، لنگلی. بسیار عالی، ممنون برای حضورتون عزیزان دلم. بریم بعدی. They watch TV in the evening. They watch TV in the evening. عصرا تلویزیون نگاه میکنن. دوباره یه تمرین W اینجا برات. Watch. Watch. حالا توی کامنت ها میخوای مثال بزنی بگو اونا صبح تلویزیون نگاه میکنن.
یا بگو شبا تلویزیون نگاه میکنن. تو کامنت ها مثال ها رو رصد میکنیم. They watch TV in the evening. They watch TV in the evening. بریم جلوتر. I go to bed early. I go to bed early. I go to bed early. I go to bed. I go to bed early. Okay. I go to bed midnight. I go to bed midnight. Okay. I go to bed early. The store opens at night. 9 a.m. A.M. یعنی صبح دیگه. قبل از ظهر. The store. اینجا باز یه نکته تلفظی داریم. دقت کن. چرا نگفتی the store؟ برای اینکه اینجا ا نداره. که دوباره یکی از اشتباهات رایج ایرانی های عزیز. The store. ببین تیهچو میچسبونم. اینجا نگاه کن. The store. The store opens. این اسه برمیگرده به این فاعله. فاعل کیه اینجا؟ The store. از نظر گرامری. Opens. باز میشه یا باز میکنه at 9 a.m. The store opens at 9 a.m. آفرین. نیلوفر آصف بگه. The store opens at 9 a.m. برزان پی ام بگه. The stores opens at 9 a.m. The نیست اینجا. اینجا the. The store. The store opens at 9 a.m. The store opens at 9 a.m. بچه ها تو کامنت بنویسید مغازه 9 شب میبنده. The store opens at 9 a.m. The store opens at 9 a.m. بریم مثال بعدی. She listens to music. او یه خانم داره به موسیقی گوش میده. She listens to music. Listens. نکته تلفظیشو اینجا دقت کن. She که او یه خانومه. اس سوم شخص هم توی listen اومده. برای چی؟ چون فاعلمون سوم شخص اینه ها. اینجا برمیگرده به این. اینجا آی کوتاه باید دقت کنی. Listen نگی یا listen هم نگی. Listen یعنی درس. She listens. او داره گوش میده to music. او داره به موسیقی گوش میده. تو کامنت ها بنویسید او به موسیقی غمگین گوش میده. به یه موسیقی غمگین گوش میده. خب اینو چک میکنیم. ببینیم کیه دستشون بالاست. مریم کرمپور. She listens to music. بگو. She listens to music. رسول خلیلی. She listens to music. She listens okay. to music. آفرین. یه کوتاهتون درست شده. مشکل داشتید. سغرا زمانی. She listens to music. She listens to music. Okay. بگو. She listens to music. آفرین. عالی. آذر عمیاری. She listens to music. عمیاری اس سوم شخص رو من توضیح دادم. دورت بگردم. ببخشید من اینو پیدا نمی‌کنم. ببخشید. لازم نیست تو پیدا کنی. چیزی که میشنوی رو تکرار کن. She listens to music. She listens to music. گوش ندادی. She listens. She listens to music. الان درست شد. بریم مثال بعدی. He writes emails daily. He writes. دوباره اس سوم شخص. میبینم که تو اس سوم شخص همه تون مشکل دارید نه؟ اکثرتون وقتی میایید بالا. شادی تمیز. He writes emails daily. بگو. He writes emails daily. Okay. علی BRM. He writes emails daily. He writes emails daily. He writes. He writes emails daily. کیا تا الان نیومدن دستشون بالا؟ کیا تا الان نگفتن؟ حسن بگو. He writes emails daily. He writes email daily. He writes email daily. Emails. He writes emails daily. فیروزه بگه. She writes emails daily. We exercise regularly. اینجا نگاه کن. Regular یعنی معمول. Regularly یه پسوند ly داریم تو انگلیسی اینجاست. قید سازه. یعنی به طور منظم. Regular یعنی منظم و مرتب. Regularly یعنی به طور مرتب و منظم. Exercise. We exercise regularly.
اون آره regularly رو هم اون آره دومش هم میتونی حذف کنی. ناهید نواب زاده we exercise regularly. We exercise regularly. آفرین. آرا کند بگو. We بذار من بگم. We exercise regularly. Regularly. Okay. کند بگو. We exercise regularly. اون آره دومش هم وقتی روون میگی مخفی میشه. شادی تمیز یه دونه تمیز و کند بگو بچه یاد بگیره. We exercise regularly. Okay. بچه ها حالا میخوایم شادو منقطع انجام بدیم، کاری که همیشه بهتون میگم در درس ها انجام میدیم و رشدی که بچه ها تو این کلاس داشتن اونایی که تمرین میکنن درس ها رو از رهگذر همین تکرار هاست. یه سری جملات جدید خواهد اومد، شما مهم نیست که متن رو ببینی، آن چیزی که میشنوی رو لطفاً تکرار کن با من. اوکی بچه ها خواهش میکنم به گوش هاتون اعتماد کنید، کاری که یک کودک در مسیر یادگیریش انجام میده، آن چیزی که بچه که سواد نداره زبان مادریش رو یاد میگیره. نه اینجا میخوایم کارستون کنیم. چی کار کنیم؟ شدو منقطع کنیم. استاد شدو منقطع من بلد نیستم، جلسه اولمه. باشه دوباره میگم، بچه هایی که از قبل بودن میدونن، آن چیزی که میشنوی رو من میگم، منتظر میشم شما تکرار کنی. چرا؟ یه سوالی هست که بچه ها همیشه میپرسن، زیاد میخونم اما نمیتونم صحبت کنم، زیاد بلدم اما نمیتونم صحبت کنم. ساختارهای پیشرفته گرامری رو بلده، خونده اما نمیتونه صحبت کنه. چرا؟ چون فقط خونده، به خاطر همین نمیتونه صحبت کنه. مثاله، همه تون میدونم خیلیاتون دوچار مشکل هستین، چون صحبت نکردی، این کار رو نکردی، پس بیا این کار رو با همینجا. خواستم اهمیت شدو منقطع رو بهت بگم. با فایل صوتی که تمرین میکنی، با همین درسی که الان داریم تکرار میکنیم، منتظر میشم شما هم تکرار کنی. بهترین کارش اینه که صدای خودت رو ضبط کنی، به صدای خودت گوش بدی، رفع اشکال کنی خودت رو، بشی مربی خودت. اگر نتونستی اوکی ایتس فاین، اما با این تکرارها و تمرینا میتونی به این برسی. بریم آن چیزی که میشنوی رو لطفاً تکرار کن بعد از من، بهت زمان میدم. 1 2 3 I like coffee. تکرار کن، متن رو اهمیت نده بهش، چیزی که میشنوی رو تکرار کن. I like coffee. I like tea. She walks to school. She walks to school. We study English every day. English. We study English. اگه به گوشات اعتماد کرده باشی میگی English، نمیگی English. English. We study English every day. They play soccer. They play soccer on weekends. The sun rises in the east. Birds sing in the morning. He drives a blue car. Blue. Drives. He drives a blue car. She reads a book every night. Every night. She reads a book every night. We live in Canada. We live in Iran. We live in Tehran. We live in the world. They watch TV in the evening.
I go to bed early. I go to bed early. The store opens. The store opens at 9 a.m. The store opens at 9 a.m. She listens to music. She listens to music. He writes emails daily. He writes emails daily. We ببین فرقش با وی نیست با دابلیو میشه وی لبها لوله ای و we exercise regularly we exercise regularly We exercise regularly. It's fine. We exercise regularly. کجا بودیم؟ جلسه 40 از کلاس‌های رایگان آنلاین انگلیسی مثل آب خوردن زمان حال ساده رو از این به بعد اگه مشکل داشته باشی من میدونم تو. شما فکر میکردی زمان حال ساده رو بلدی، نه؟ بهت قول دادم و اینو بهت اثبات کردم. ما میریم برای رفع اشکال و عزیزانی که تو کلاس هستن و اگر سوالی ابهامی داشته باشن در کلاس بپرسن و ما پاسخگوی شما جانان خواهیم بود. این ویدیو و این درس توان گرفته است از تیم انگلیسی مثل آب خوردن که سال هاست در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن صدها ویدیو درس رایگان دستبندی شده برای یادگیری شما که کلاس رو برای شما و استاد رو برای شما برمغان آورده. در منزل خودت بدون کلاس و بدون استاد میتونی شروع کنی یادگیری رو و بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهی شما جانان در این سالها.